نامه با اقتصاددان بزرگ ایرانی آقای دکتر حسن منصور گفتگو میکنیم، به ویژه درباره برنده نوبل اقتصاد امسال. سلام آقای دکتر منصور عزیز. سلام جناب آقای مهری و سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که حالت خوب باشه. به لطف شما قربان، خوبم. آقای دکتر، این روزها همه جا سخن از این اقتصاددان مشهور امریکایی است، پروفسور ریچارد تیلر، از پیشروان اقتصاد رفتاری که اکادمی سلطنتی علوم سوئد او را یکی از کسانی دانسته که کارهاش باعث شده در سالهای اخیر اقتصاد رفتاری از یک شاخه حاشیه‌ای و حتی بحث انگیز به یکی از مباحث اصلی علم اقتصاد بدل شود. آیده که بفرمید این عبارت ها رو چگونه میتوان معنا کرد؟ خواهش میکنم قربان. لطفا شما فقط این راهنمایی رو بفرمایید، برای هر سوالتون چقدر به من وقت میدید که پاسخ بدم؟ پاسخم رو تنظیم کنم، خیلی یعنی نیمه کاره نمونه. 5 دقیقه 10 دقیقه. ما 45 دقیقه مجموعاً گفتگو میکنیم. بسیار. از بکنم که جایزه نوبل، در مورد جایزه نوبل اقتصاد، این در واقع جایزه نیست که جزء جوایزی نیست که آقای نوبل اینها رو تهیه کرده بود، بلکه یا توصیه کرده بود، بلکه جایزه است که بانک مرکزی سوئد از سال 1969 به بعد آغاز کرده به توزیع. این مقدار جایزه رو و عنوانش رو میده به اکادمی علوم، اونا مرکز نوبل اکادمی علوم با اونا توزیع میکنن. در این فاصله 79 تن جایزه نوبل رو بردند، در مجموع در 49 فقره. بعضی وقتا 2 نفر یا 3 نفر این جوایز رو بردن. اما برگردم به این که موضوعی که آقای پروفسور تیلر روی اون نوبل گرفته چیه؟ ببینید، یکی از موارد بسیار بنیادی و اساسی در دانش اقتصادی از همون آغاز، عرض بکنم، آدم اسمیت 1776، تئوری، عرض کنم، فایده‌مندی، یوتیلیتی بوده که در زبانیشون یوز ولیو، ارزش مصرفی نام می گرفت. از اونجا شروع بکنیم. هیچ اقتصاددان بزرگی نیست که روی این مقوله کار نکرده باشه. مثلا گفتگوهای بسیار مشبع و سودمندی رو در آلفرد مارشال داریم در سال 1900 و به بعد، یعنی جز مسلمات علم اقتصاد. منتها کاری که آقای تیلر انجام داده به همکاری خیلی های دیگه، چون ایشون مقالات مشترک با دیگران زیاد چاپ کرده، چندین کتاب مهم هم در این زمینه نوشته، منجر شده به این که این قضیه که مکانیزم تعیین ارزش فایده‌مندی یک کالا چیه. برای اینکه ما هر کالایی که میخریم این دو بُعد داره، یک بُعد ارزشی داره، یعنی پولی که بهش میپردازیم، یک بود این که اون فایده ای داره که با این برابری میکنه. اگر چیزی به درد بخور نباشه، فایده نداشته باشه، هیچ کس نمیاد روش پول بپردازه. در نتیجه اون طرفی که یک کیفیته ولی تبدیل به پول میشود. شما تصمیم میگیرین که آره این کالا به 10 دلار میارزه، به 20 دلار میارزه، این خونه مثلا به 500 هزار دلار میارزه. اون مقوله فایده تبدیل به پول میشه، مکانیزم این چیه؟ آقای تیلر روی این قضیه رفته به کار در واقع میدانی و آزمایش و تستای فراوان انجام داده. دیگه 40 سال گذشته در واقع چندین ده و احیانا چندین صد مقاله چاپ کرده و همکاری دیگر هم. رشته ای که شون روش کار کرده در واقع رشته ایست میان علم اقتصاد و روانشناسی. من به صورت مختصر چندی از دستاوردهای ایشون رو خدمتتون عرض بکنم. ایشون به یک نظریه نامگذاری کرده قضیه رو، نظریه
چشمنداز. در اونجا عرض بکنم به موارد بسیار جدی رسیده و اون این که اشخاص یعنی افراد از ثروتشون استفاده نمی کنند، بلکه از سود و زیان ثروت استفاده می کنند. یعنی در ذهنشون مکانیزمی هست که اگر مثلا یه میلیون دلار داره، استفاده کردناشو بر مبنای اون یه میلیون دلار تنظیم نمی کنه، بلکه روی برد و باختی که روی اون دو میلیون دلار، یه میلیون دلار انجام خواهد گرفت. یعنی چقدر سود، چقدر بهره نصیبش میشه از این ثروت. لذت بردن ها، سود بردن ها با اون مبلغ از کنم سود و زیان ناشی از ثروت سنجیده میشه، نه اینکه خود ثروت. اصل دومی که بهش رسیده در چندین آزمایش اینا رو نشون داده اینه که مردم در برابر 10 دلار ضرر کردن بیشتر حساسیت دارن از 10 دلار سود بردن. هر دو طرف 10 دلاره، ولی رنجی که از دست دادن اون میکنند بسیار بالاتر از لذتی است که از کسب اون 10 دلار انجام خواهند داد. اینم این موضوع تازگی نداره. این آقای برنولی، اقتصاددان، ریاضیدان و کازینودار ایتالیایی 2-3 سده پیش کشف کرده، ولی ایشون این رو با آزمایش‌های بسیار متعدد نشون داده. عرض بکنم ایشون نشون داده که مردم روی وقتی روی پول حساسیت نشون میدن روی نسبتا کار میکنن، نه روی قدر مطلق. یعنی اینکه شما یک کالایی رو میخرید، لباس میخواید بخرید، اونجا فرض کنید اگر 100 دلار گرون باشه نخواهید خرید، برای اینکه قیمت فرض کن کت شلوار 200 دلاره، 100 دلار گرون باشه به نظر شما این میاد که این قابل خریدن نیست. ولی وقتی خونه ای می خرید و قیمت اون چند صد هزار دلاره، اونجا این 100 دلار اصلا مسئله ای نیست براتون. در نتیجه روی مقوله مطلق نیست که ذهن ها تصمیم می گیرن، بلکه روی مقوله نسبی است. نکته دیگری رو ایشون دوباره با آزمایش ها نشون داده که جالبه. یعنی همه مواردی که ایشون گفته امروز در تصمیم سازی و سیاست گذاری ها مورد استفاده قرار می گیرن، استفاده دولت ها قرار می گیرن و شرکت ها. از کنم اثری رو کشف کرده به عنوان اثر دارایی، اثر دارا بودن، و گفته است که وقتی ما چیزی رو خودمون داریم ارزش اون رو اغراق میکنیم، بالاتر از اونی که هست میپنداریم، اما اگر همون چیز دست دیگران باشه ارزش اون رو کمتر از آنی که هست ارزیابی میکنیم. یعنی فروشنده گرایش به این داره که فایده چیزی رو اونی که خودش میخواد بفروشه این رو بیشتر ارزیابی کنه. نمونه ای که در آزمایش عرض کنم به دست آورده جالبه. گفته که شما فرض کنید، البته فرض که ایشون در واقع با گروه های این سوال رو بهشون داده، سوال ها رو جواب گرفته. سوالی که داده اینه، گفته شما فرض کنید یه بیماری گرفتید، 1 در 1000 احتمال وجود داره که این بیماری شما رو از پا در بیاره، از میان ببره. شما 1 در 1000 احتمالش، شما چقدر حاضرید بپردازید که از شر این بیماری راحت شید؟ چون احتمالش 1 در 1000، جواب دهنده ها گفتن که در حدودی 200 دلار میخواییم بپردازیم. اینو داشته باشید. به گروه دیگری این سوالو داده، گفته یه شرکت دارویی میخواد روی یه دارو و یک میکروبی آزمایش بکنه، در نتیجه این دارو رو به شما تزریق میکنند، بعد از تزریق 1 در 1000 احتمال این وجود داره که شما بیمار بشید، یه بیماری صعب العلاج که حق معالجه کردن هم بعد از اون ندارید، توانشو ندارید. چقدر میگیرید که تن به این آزمایش بدید؟ متوسطی که کشیده بیرون 10,000 دلاره. ملاحظه بکنید در هر دوی این حالت، یکی طرف فروشنده سلامت خودشه، اونجا گرانتر میخواد بفروشه، 10,000 دلار کمتر رازیش نمیکنه، در طرف دیگه خریدار سلامت، بیمار هست
و میخواد 1 در 1000 احتمال مرگش وجود داره، ولی میخواهد این دوا رو بخره، چقدر حاضر بپردازه؟ اونجا $200 بیشتر نمیپردازه. گفته که انسان ها وقتی میخوان بفروشن تمایل دارن که فایده اون چیز رو، ارزش رو بالا ببرن، وقتی میخوان بخرن تمایل دارن ارزش رو پایین ببرن. عرض بکنم بعد آزمایش دیگری کرده روی تاکسیرانان نیویورک که اینا چگونه تنظیم میکنن مقدار کار خودشونو، و به این نتیجه رسیده، نتیجه ای که خلاف تز اقتصاد علم اقتصاده. نتیجه ای که پیدا کرده اینه که تاکسیران ها در نظرشون میگرن که مثلا منی که امروز کار میکنم میخوام فرض کنین $200 کار کنم، این $200، خب طبیعی است این $200 رو اگر بازار کسب و کار خوب باشه به سرعت، یعنی مسافر زیاده، در چند ساعت $200 به دست میاد. ولی در روزی که مشتری کمه، عرض کنم این $200 به راحتی در زمان کوتاه به دست نمیاد. در نتیجه راننده ها جوابایی که دادن اینه، نشون دادن که وقتی بازار خوبه اینا کم کار میکنن و وقتی بازار بده زیاد کار میکنن. در حالی که از یه اقتصاددان بپرسید خواهد گفت که وقتی بازار خوبه راننده اصولا باید بیشتر کار کنه که پول بیشتر گیر بیاره، ولی وقتی بازار بده در این صورت باید کمتر کار کنه، بره به اصطلاح خودش برسه. در نتیجه ملاحظه بفرمایید بعضی وقتا به نتایجی رسیده که اون جالب هست و حتی مغایره تزهای موجود اقتصاده. عرض بکنم گفته که این اسم این قضیه رو گذاشته حسابداری روحی. گفته هر کس به لحاظ روحی برای پولای خودش جعبه درست میکنه میذاره اونجا، میگه این مقدار برای خوراک، این مقدار برای نوشاک، این مقدار برای پوشاک، این مقدار برای گردش، و روی اون سنجش میکنه، نه اینکه در مجموع درآمد نگاه بکنه و ارزش اون هر واحد پولشو در مقایسه با چیزی که میخواد بخره بسنجه. این کارو نمیکنه. اسم رو گذاشته حسابداری مانتال، حسابداری روحی، که در واقع چیز جالبی است و در نتیجه در عرض کنم سیاست گذاری ها مورد توجه قرار میگیره. عرض کنم کوتاه کنم مسئله رو، به مقوله دیگری انگشت گذاشته و اسم اون رو گذاشته برنامه ریز و انجام دهنده. گفته آدم ها برای هزینه کردن خودشو برنامه ریزی میکنن ولی در عمل اون اجرا نمیکنن. تعارضی بین برنامه ریختن و اجرا کردن وجود داره. عرض بکنم گفته که آدم برنامه ریز به بلند مدت میاندیشه موقع برنامه، ولی در عمل تحت تأثیر آن چیزهایی که میبیند و سودهایی که در زمان کوتاه دستش خواهد اومد میاندیشه و تصمیم میگیره. در نشه تعارضی بین همون انسان در بعد برنامه ریزی و در بعد عرض کنم انجام دهندگی وجود داره. و یکی دو فقره توریک دیگر از ایشون عرض کنم، یکی نوع چیزی که دولت ها ازش استفاده می کنن، یک نوع پترنالیزم لیبرتریان اسمش گذاشت، لیبرتریان پترنالیزم، که همه دنبال سود خودشون هم، ولی دولت ها کاری که بخوان بکنن این رو به سود طرف میخوان نشون بدن و نشون میدن، و احیانا اگر بتونن انگیزه هایی پیدا کنن، مثلا ترک سیگار چیز خوبیه، اگر این انگیزه رو دولت ها با مکانیزم های دیگری که خودشون در اختیار دارن تنظیم کنن که طرف تشویق بشود به ترک سیگار، در این صورت این پاترنالیسمی است که از سوی دولت انجام میگیره و کمک میکنه که دارن به سود، در جهت سود خود عمل کنه، در حالی که اگر چنین چیزایی نباشه، مثلا دولت گران کردن سیگار رو که برای در واقع قطع اعتیاد انجام میده انجام نده، طرف ولو که میدونه سیگار کشیدن به سلامتش خوبه انجام نخواهد داد. در نتیجه مجموعه کارهایی که شون کرده در متجاوز از 100 مقاله که من عرض کنم رصد کردم ازشون،
و دو سه کتاب مهم. این مقوله ارزش گذاری روی فایده رو چگونه از سوی فرد انجام میگیره، اینو دقیق‌تر کشف کرده و مکانیزمای اون رو به دست داده. و جالبه که این آدم در مدت 40 سال همش روی مقوله روانشناسی اقتصاد روانشناسی کار کرده. در نتیجه اون مقوله قدیمی که آدم اسمیت همینطوری بیان کرده و زیبا هم بیان کرده، اینا رو گشوده، مکانیزمای تصمیم گیری رو نشون داده. به این ترتیب به حق جایزه نوبل بهشون تعلق گرفته و قطعا کاری که انجام داده کاری بسیار با اهمیت. خیلی ممنون آقای دکتر. ممنونم ازتون. یه سوال حالا درباره خودمون. دستیار اقتصادی دولت آقای روحانی از 6 ابرچالش اقتصاد ایران صحبت کرده. ارزیابی شما از سخن ایشون چیست؟ عرض بکنم دولت آقای روحانی از همون دولت نخستینش چند اقتصاددان رو در خدمت گرفته که اقتصاددانهای عرض کنم معتبری هم هستن. عرض کنم یکی از این آقای که عمده تریدشون آقای دکتر مسعود نیریست، ایشون در تنظیم برنامه مبارزه با تورم، مهار تورم کار کرده و در واقع انضباط مالی رو پیش پای دولت گذاشته و دولت در این زمینه تا حدود زیادی به توفیق دست پیدا کرده. ایشون اخیراً یکی دو هفته پیش در واقع با تشکیل دولت 12 که در فکر برنامه ریزی برای اقتصاد یا اقدامات اقتصادی این دولت هست، از 6 ابرچالش اونطور که فرمودید نام برده و این 6 ابرچالش در واقع عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران رو ردیف میکنند که عبارتند از مشکل بودجه، عرض کنم مشکل بانک ها، مشکل آب، هوا و منابع طبیعی و که در مجموع پدید کننده مشکل بیکاری هستن که ایجاد اشتغال برای دولت کار بسیار دشواری شده است. در این شرایط دولت فقط یک سال تونست حدود 600,000 شغل ایجاد کنه و در همون سال حدود 1,200,000 نفر تازه وارد بازار شدن، در نهایی که بیکاری باز افزایش پیدا کرد. در نتیجهشون نشون داده است که برخورد با مشکل بیکاری بدون برخورد با این 5 مسئله‌ای که بیکاری رو پدید میارند ممکن نیست. خب حرفاشون بسیار متینه، گفته از سوی دیگر که همه اینها یعنی سوی دولت و مردم از یک توهم رنج میبرند. دولت تصور میکند که تمام کارهای اقتصادی رو باید او به دوش بکشه و مردم هم توهم دارن که دولت موظف است تمام کارهای اقتصادی رو انجام بده، ایجاد شغل کنه، ایجاد درآمد کنه. در نتیجه فعالیت بخش خصوصی و فعالیت خود مردم برای ساختن زندگی خودشون این از نظرها دور میمونه، که در حالی که این مسئله هست که دولت رو، شهر رو و صنعت رو میسازه. به این ترتیب در کنار این 6 مشکلی که شون ایراد کرده، من تأملی کردم این بود که خب اینا مهمه، هر 6 تا مسئله بسیار موجهی هستند، ولی مواردی وجود داره که بدون حل اینها این مشکل حل نمیشه کرد. وقتی شما میاندیشید خب آقای دکتر نیلی چرا به اون موارد نرسیده، به نظر میاد که ایشون دستش توی پوست گردوست، یعنی ایشون مشاور دولته و چیزهایی رو که از توان دولت خارجه ولی اون مسائل بسیار موجهی هستن عنوان نمیکنه. مثلا ملاحظه بفرمایید، فساد یکی از مواردی است که سرمایه گذار رو از سرمایه گذاری منع میکنه. از کنم جذب سرمایه خارجی رو غیر ممکن میکنه.
فعالیت رو در درون مردم از انگیزه کار کردن میندازه، چون مردم به جای کار کردن دنبال اینن که اگر راهی پیدا بکنن به کانالهای قدرت از اون طریق میتونن بندوبست کنن، چیزی به دست بیارن، به جایی که برن تولید کنن، ابداع کنن، تن به رنج بدن. خب این در شرایط فساد همه گیر اقتصاد عملی نیست. ولی ایشون چرا از این نام نمیبره؟ برای اینکه میدونه که مبارزه با فساد در توان این دولت نیست. اون وقت یکی از مواردی که باید بیکاری رو اون انجام بگیره تا بیکاری حل بشه، جذب سرمایه های خارجی و بسیج سرمایه های داخلی است. در حالی که ایران هنوز دچار خونریزی مغزی است و سرمایه گذار رو فرار میده. سالانه در حدود 150 تا 180 هزار نخبه اکادمیک و نخبه اقتصادی برندگان جایزه المپیادها از ایران خارج میشن. خب این به سیاست داخلی و خارجی ایران برمیگرده. این سیاست خارجی که جمهوری اسلامی در اختیار در پیش گرفته، عملا ملزم برنی با خبرهای همین امروز، تصمیمهایی که آقای ترامپ میگیره، اینا دست ایران رو خواهند بست و میبنده. در نتیجه توسعه در ایران رو عملا به تعویق میندازه، ایجاد شغل رو به تعویق میندازه و مشکل حل شدنی نیست به این سادگی. به این ترتیب مقوله سیاست خارجی، چرا آقای مشاور اقتصادی به مقوله سیاست خارجی که باید مساعد توسعه باشه انگوش نمیگذارن؟ برای اینکه میدونه که دولت قدرتی در اداره سیاست خارجی نداره، بلکه هر چیزی که بالاتر از او یعنی رهبری و سپاه بگن دنبال اون میدونه. ملاحظه بفرمایید، دولت عملا از حضور و عمل سپاه در سوریه چقدر جانانه دفاع میکنه، در حالی که میدونن که این چیزها، این اوانتوریزم ها، این ماجراجویی ها اقتصاد ایران رو خفه خواهد کرد. عرض کنم نکته دیگر، اقتصادی که بر مبنای نابرابری و تبعیض و خودی و غیر خودی باشه، در همون آمریکا صدها مطالعه انجام گرفته روی economics of discrimination، اقتصاد تبعیض. در اقتصاد تبعیض ثروت آنچنان که باید به وجود نمیاد، انگیزه کار کمتر میشه در مردم. خب چرا ایشون اشاره نمی کنند که تا ما خودی و غیر خودی داریم از شر بیکاری نمیتونیم خلاص شیم؟ برای اینکه میدونه که این مقوله باز در اختیار دولت نیست. از یک موردی صحبت میکنن نشون، ولی بسیار بسیار گذرا، فقط اشاره میکنن که ساختارها باید تصحیح بشن. گفتن در دولت 11 کارهای انجام گرفت و خوب بود، ولی در چارچوب ساختارهای موجود انجام گرفت. این بار باید به اصلاح ساختارها بپردازیم. اینو چندین بار مقوله رو گفتن، بیان که روشن کنند که منظور از اصلاح ساختارها چیست. ببینید وقتی اینو اندکی باز میکنید، ببینید که باز این مقوله هم در اختیار دولت نیست. یعنی وقتی ما میگیم حدود 30 تا 40% اقتصاد ملی زیر نگین ولی فقیه هست و سپاه پاسداران به خیلی از اینا چنگول انداخته، تا این در اختیار دولت و بعد در اختیار بخش خصوصی قرار نگیره، اقتصاد ایران به تکون نمیاد، حرکت نمیکنه. خب ایشون چرا نام نمیبرن؟ برای که میدونن که این هم نه در برنامه دولت، نه توان اجرای اون رو داره. نکته دیگر، من در اقتصادهایی که توسعهشون رو مطالعه کردم، در اینا یه بچه مشترک دیدم، اونی که به آستانه توسعه رسیده از اونجا میخواد بگذره. وجود یک دستگاه قضایی نیرومند و سالم که اجرا کننده قانونه، این ضرورت رشد و توسعه اقتصاد. بدون امنیت مالکیت، بدون امنیت عرض کنم جان و مال، هیچ جامعه‌ای نمیتونه توسعه بکنه. چرا ایشون به این نیروی قضایی بسیار بسیار فاسد و فلج و جانبدار اشاره نمیکنه که یکی از شرایط ایجاد اشتغال اینه که این تصحیح بشه؟ برگه میدونه که نیروی قضایی در اختیار دولت نیست،
رهبرم اون رو چماقی کرده در دست خودش. به این ترتیب از اون شش مورد ایشون نام برده، ضمن که درست هستن ولی موارد عمده تری هم در اونجا هستن که آقای دکتر نیلی ناگزیر با دست بسته از کلام در برابرشون سکوت اختیار کرده. سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر منصور. یک سوال دیگه درباره اقتصاد داخلی. بازار ارز ایران از نو دچار تلاطم شده و قیمت دلار تا 4040 تومان شدن بالاتر بالا رفته. بله بله. این تلاطم چیه و مدیریت بازار ارز چه هدف و چه امکاناتی داره؟ عرض بکنم که مقوله ارز یکی از مشکلات جمهوری اسلامی بوده و نه فقط از مشکلات بلکه از امکاناتی بوده که به شدت تاکنون مورد سوء استفاده قرار گرفته. ببینید از زمان انقلاب به بعد قیمت ارز در برابر پول ایران دلار، قیمت دلار نمونه بگیرید، نوسان کرده. از اون 7 تومن اون روز 7 تومن 1 دلار، امروز رسیده 4000 خورده 1 دلار. قیمت رسمی که دولت اعلام میکنه 3411 تومن. با این قیمت رسمی به کسانی که دولت اینها رو میپذیره به اونا میدن، یعنی به فلان وارد کننده که دلار از این نرخ بهشون حساب میکنه. این از یکی از منابع رانتخاری و سوء استفاده همین بوده. ما زمانهایی داشتیم که ده ها نرخ ارز داشتیم و چه بسا اونی که توان گرفتن ارز دولتی رو داره نیازی به وارد کردن یا ایجاد صنعت کردن نداره، این دلار رو میگیره در خود بازار سیاه یا بازار سفید آب میکنه این رو، از همون سود که گیر میاره. شما همون حساب بکنید اگر 3400 تومان دلار بهتون بدن شما به 4000 تومان بفروشید چقدر میتونید سود ببرید؟ خیلی هم به سرعت میشه انجام داد. در نتیجه این مقوله دلار چند نرخی هنوز که هنوز گریبانگیر دولته. در دوره خاتمی یک مدت کوتاهی این رو به اصطلاح تک نرخی کردن، بعد دوباره برگشتیم به چند نرخی. ولی قبل از تک نرخی کردن باید واقعی کردن نرخ ریال در برابر دلار رو انجام داد تا بعد از اون نرخ واحد انجام بگیره. وانگهی وقتی این در اختیار بازار ارز قرار بگیره خود به خود قیمت یکیست، برای اینکه هر کس گرونتر میفروشه مردم از اون نمیخرن بیرن از اون که از اون تر، درجه رقابتی در میگیره و این قیمت تنظیم میشه. ولی این کار به این سادگی نیست که این رو به دست خصوصی بسپارن، بلکه در ایران بازار ارز وجود نداره چون عرضه کننده دولته. دولت هر مقدار تصمیم میگیره اونو به بازار از طریق چندین صراف وارد میکنه، اینا رو میگیم بازار سازان، میده دست اونها و اونان که میفروشن. در همین یکی دو هفته گذشته نوسانات شدیدی انجام گرفت و دلار تا حدود 4050 تومان بالا رفت و امروزها رسیده به 4030 تومان و در اونجا از کنم نوسان میکنه. در اینجا این یک نوسانه کوتاه مدت وجود داره که خب کار بازار نوسان کردنه، 10 تومن بالا 5 تومن پایین، این مرتب تکون میخوره. کسانی اگر بتونن از اون استفاده کنن، این یعنی سود ببرن از این رهگذر، ریسک هم داره، ممکنه سود نبرن ضرر بکنن، این کاری است که بازار انجام میده. ولی در دراز مدت صحبت بر سر این است قیمت یک دلار بالاخره چند تومن هست و چقدر میتونه باشه. خب این مسئله بسیار جدی است. بنده این رو در یکی دو فقره عرض کنم ارزیابی کردم و هر روز باید این، یعنی همیشه باید تازه بشه. آخرین ارزیابی مال حدود 2 سال پیش بود. عرض کنم فقط یک معیار رو عرض کنم، اگر قیمت دلار 3400 تومان روزی که دولت اول آقای روحانی سر کار اومد و اون رو مبنا گرفت
اگر اون مبنا درست باشه که محل بحثه که واقعا 3400 تومان می بود یا نمی باشه بود، 3400 تومان قیمت یک دلار. از اون به بعد که الان چهار سال و نیم گذشته، سالانه اقتصاد ایران به طور متوسط در حدود 15-20% تورم داشته، برای اینکه در یه دوره 40-30%، امروز است به حدود 10-12% تورم. به طور متوسط در این سالها تورم اقتصاد ایران بالای 15% بوده. خب وقتی یک پول به لحاظ ارزش مدام فرسوده میشه، شما چگونه برابری این رو با دلار حفظ میکنید؟ دلار تورمش در حدود 2-3%، ریال تورمش به صورت رسمی 12-15%. چگونه شما میتونید یه قیمت این رو از سوی بالا دولت تحمیل کنید به بازار و این عمل بکنه؟ طبیعی است که نمیکنه. یعنی اگر بازار مکانیزمش عمل بکنه، سالانه باید قیمت دلار در برابر ریال حدود 10% بالا بره. به این ترتیب صحبت در سر این است که امروز با این 4040 تومان آیا واقعا جای آن دارد که دوباره دلار گرون‌تر بشه؟ البته چون دولت تنها عامل عمده بازاره، میتونه با تزریق پول اینو تا حدود زیادی کنترل بکنه، ولی به جایی میرسه که تزریق پول دولت کفایت نمیکنه. اونجاست که اگر بشکنه دولت، آثار بسیار منفی در بازار و روحیات مردم پدید خواهد آورد. این مقوله در جای دیگر پیش اومده، در انگلستان پیش اومده، سالهای سال پیش از کنم وقتی این جزء سیستم پولی اروپایی بود و دولت علارغم تمام بانک مرکزی تمام تلاش رو کرد که قیمت پوند رو حفظ کنه، ولی چون مشتری ها ریختن و تمام طلایی که بانک مرکزی به بازار آورده بود در نصف روز خریدن برای اینکه ارزون تر بود، ناگزیر بانک مرکزی تن به شکست داد و اعلام کرد پوند شکست. به این ترتیب دولت ایران که یک انوم توان دولت و خزانه داری انگلستان رو نداره، نمیتونه. به این ترتیب دست دولت در از نظر درآمدهای ارزی بسته است. در نتیجه امروز درآمدش بهتر از سال 94، ولی باز در اون حد دورانی که وفور دلار بود نیست. به این ترتیب کنترل دولت محدودیتایی داره و نمیشه. ولی جان کلام را عرض بکنم براتون که راههایی وجود داره که دولت از اون طریق باید پا بذاره، به تدریج دلار رو یا تمام ارزها رو عرض کنم وارد بازار بکنه و تن به مکانیزم بازار بده. این رو از انجامش میترسن، برای اینکه میترسن اگر این کار رو بکنند یک مرتبه ریال بشکنه و تعادل صادرات واردات و اقتصاد درونی به هم بخوره. راههایی وجود داره که دیگران این راه رفتند. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه نسخه هایی رو ارائه کرده. در نتیجه دولت از اون طریق میتواند وارد این بازار بشود، مجال پدید بیاورد که بازار ارز تعمیق بشود، یعنی عمیق‌تر بشود، یعنی حجمش بزرگتر بشه، ارزهای متفاوت وارد بازار بشن، یعنی ابزارهای مالی نظیر مشتقها وارد بازار بشن. در یک بازار عمیق به تدریج با گذاشتن عرض کنم معیارهایی برای تورم، یعنی دولت برای خودش انضباط بده که من امسال تورم رو مثلا 10% حفظ میکنم، در 8% حفظ میکنم، تا مردم اعتماد بکنن که این کاری که انجام میگرم الان دلار در برابر ریال زیاد تکان نخواهد خورد، برای اینکه ریال قیمت خودش حفظ میکنه. به هر صورت یه موارد فنی این چنینی وجود داره که باید انجام بگیره و کشورهایی که در شرایط ایران بودن، بعضی ها در یک سال، بعضی ها در 10 سال تونستن از این مرحله بگذرن. ولی طبیعی است که در چنین وضعی کلام وجود داره، نیروهای ذی‌نفعی که در این قضیه پا در میان هستن اجازه این رو، امکان این رو به دولت نمیدن که دولت در جهت مثلا یکسان کردن نرخ ارز کاری بکنه. به این ترتیب یکی از مشکلات اساسی اینه که دولت هنوز در مبارزه با تورم به پیروزی نهایی نرسیده و تا تورم وجود داره
عرض کنم قیمت ریال رو به پایین خواهد بود در برابر تمام ارزها. آخرین نمونه عرض کنم براتون، آخرین آماری که از گمرکات ایران داریم این است که تجارت ایران، صادرات ایران در نیمه اول همین امسال در مقایسه با نیمه اول سال گذشته در حدود اندکی کمتر از 4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. وقتی صادرات کاهش پیدا میکنه معنیش این است که شما پول ملیتون به صورت مصنوعی گرانه، یعنی 4000 تومان قیمت واقعی یک دلار نیست، دلار باید بالاتر از این باشه. اگر چنین نمی بود شما تجارت خارجی عرض کنم بدون نفتتون باید تعادل پیدا میکرد. وقتی واردات شما خیلی بیشتر از صادرات شماست معلومه که خب دیگران قیمت شما رو بالا میبینن، از اون کمتر خرید میکنن. برای اینکه این ارزونتر بشه پول شماست که باید ارزونتر بشه، یعنی قیمت واقعی ریال شما در همین قیمت هم که الان در بازار هست نیست و ناگزیر اگر اندک مجال یا آزادی پدید بیاد قیمت ریال بیشتر افت خواهد کرد و دلار باز بالا خواهد رفت. آقای دکتر منصور، در طول رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا آقای ترامپ بارها از پاره کردن برجام یا مذاکره مجدد برجام سخن گفت. تا کنون ایران و طرف‌های دیگر امضا کننده مثل انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و اتحاد اروپا به تعهدات خودشون در برجام پایبند بودند. این کشورها مخالف هر گونه مذاکره مجدد پیرامون موضوع هسته‌ای ایران هستند. در این میان آقای ترامپ مرتب در طی چند ماه گذشته گفته است که ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده. سوال من این است که اگر آقای ترامپ برجام رو تایید نکند چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد برای ایران؟ جناب مرغ عزیز، ببینید این خبر در واقع خبر جاری است، یعنی هر لحظه داره اتفاق میفته. من همین یک ساعت پیش بیانات آقای ترامپ رو گوش کردم و اعلامیه و بیانیه خانم موگرینی نماینده سیاست خارجی اروپا هم دیدم. این قضیه در انجام میگیره به این معنی که آقای ترامپ تمام حرفایی که گفته بود، انگیزه های معینی که داره، همه به جای خود، ولی پاپس نهادن از یک توافق شش جانبه عملا کار بسیار سختیه، برای اینکه هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ عرض کنم اعتماد بین المللی کار بسیار دشواری است. من همیشه نظرم این بوده که آقای ترامپ علارغم تمامی اینکه کارهای غیر قابل انتظار انجام میده در این زمینه چنین نخواهد کرد، یعنی از برجام بیرون نخواهد رفت. عملا آقای ترامپ همین کارو کرده، یعنی اعلام کرده که میخواهد تضییقای بیشتری رو روی نظام ایران تحمیل بکنه، ولی نه عمدتاً به بهانه مقوله های هسته‌ای که با برجام حل شده. در نتیجه دولت که میبایست طبق قانون آمریکا هر 90 روز یک بار پایبندی ایران به برجام رو تایید میکرد، ایشون دو بار علارغم میل خود با میمیلی تایید کرد، ولی این سومین بار که آخرین فرصتش همین یک شنبه 15 عرض کنم اکتبر دیگه تایید نخواهد کرد. تایید که نمی کنه مقوله رو برمیگردونه و میفرسته به کنگره آمریکا. در کنگره هم نظرها متفاوته، حتی در دو سو، در درون جمهوری خواهان هم نظرهای مخالف و موافق وجود داره، در درون دموکرات هم همینطوره. در نتیجه آقای ترامپ در کنگره به 60 رأی از کنم به 60% رأی نیاز داره که بتونه این قضیه رو از کنم بگذرونه.
به نظر نمیاد که حتی در کنگره چنین کاری چنین اکثریتی حاضر خواهد شد. ولی ایشون موارد دیگری رو عنوان کرده و اون رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی در منطقه شر به پا میکنه، امنیت منطقه رو به هم میزنه، کشورهای دیگر رو تهدید میکنه، به موشک فرانی میپردازه و به گروه های تروریستی نظیر حزب الله و حماس اینا کمک میرسونه و سپاه پاسداران هم بازوی اجرایی این دستگاه. این حرفایی که آقای ترامپ گفته ایناست. قبلا گفته بود که احتمال میرفت که سپاه پاسداران رو جزو گروه های تروریستی محسوب کنه. من تا کنون این مسئله رو نشیدم ازشون این انجام داده یا نه، ولی از محدود کردن تأمین مالی سپاه صحبت کرده، برای اینکه اون مسئله خیلی خیلی مهمه. عملا شکل اعلان جنگ اگر کار انجام بدن، برای اینکه سپاه پاسداران ایران مثلا در سوریه حضور داره، اگر آمریکا اونا رو جز تروریست حساب بکنه باید در اونجا باشون وارد جنگ بشه. به این ترتیب موضوع بسیار حساس. اتحادیه اروپا اعلام کرده که نه، دولت ایران تاکنون پایبند بوده و اتحادیه اروپا هیچ انگیزه ای نداره که از این قرارداد بیاد بیرون. ولی این مانعی نخواهد شد که آقای ترامپ تحریم های نوع دیگری رو، سختگیری های دیگری رو به مناسبت های موشک پرانی جمهوری اسلامی، به مناسبت سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی و به مناسبت نقض حقوق بشر که به صورت گسترده انجام میگیره تحمیل نکنه. ولی اونی که هست متاسفانه چشمنداز گشایش در وضع جمهوری اسلامی به شدت عقب میفته و به شدت محدود میشه. یعنی علارغم تمام سخنانی که اروپایی‌ها، شرکت‌ها، سرمایه گذاران بالقوه انجام میدن، وقتی شما با اینا به صورت خصوصی میشینید صحبت میکنید، هیچ کس حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری کنه. همشون میگن که بله ایران برجام اجرا کرده، ما میتونیم وارد میشیم، برنامه داریم. علارغم تمام اینا که البته فروش اروپا به ایران خیلی بالا رفته، ولی اینکه وارد بشن در اونجا به کار بنیادی و دراز مدت انجام بدن، سرمایه گذاری انجام بدن، عملا چنین چیز مهمی انجام نگرفته و نمایندگان شرکت ها که من هر از گاهی باشون برخورد کردم و صحبت کردم، همه در موقع در گفتگوی خصوصی میگن که حاضر نیستن وارد ایران بشن. همین شخص، همون نماینده شرکت، وقتی پشت میکروفون قرار میگیره اونجا میگه که بله ایران چون وفادار بوده به کار خودش ما وارد میشه. من این حرفا همه منتظر بودن که ببینه آقای ترامپ چه میکنه. اگر ترامپ در این زمینه به صورت منسجم و منظم محدودیت هایی ایجاد بکنه، من فکر میکنم خیلی از سرمایه گذاران اروپایی وارد ایران نخواهند شد و دنبال آمریکا خواهند رفت، علارغم اعلامیه های رسمی اروپا. آقای دکتر، این خبرها را هم حتما مطالعه فرمودید که رئیس CIA گفته است که حکومت ایران رو یک دولت پلیسی تبهکار خوانده. درست. و گفته که وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران ابزارهای سرکوب حکومت استبدادی دین سالار هستند و این در حالی است که سپاه پاسداران تنها به رهبر پاسخگوست. درست. تنها در برابر رهبر مسئوله. آنها پیش قراولان یک امپراتوری مخرب هستند، امپراتوری که در حال توسعه نفوذ و قدرت خود در سراسر خاور میانه است. او همچنین با مقایسه ایران و گروه حکومت اسلامی داعش گفته است ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم است. خب آقای دکتر، وقتی دولت ایران در مجموع حامی تروریسم باشه، پس سپاه پاسداران هم تروریست دیگه. بله بله، ولی عملا فرق میکنه که اینو به عنوان یک نیروی تروریست نامگذاری بکنند. از کردم در واقع در عمل اعلان شکل مشابه خواهد بود با اعلان جنگ، چون در اونجا امروز همون آقای پومپیو گفته که ما در سوریه
یه دشمن داشتیم، داعش بود، اونو سعی میکنیم شکستش بدیم، تموم بکنیم قضیه رو. ولی امروز دشمن بزرگ ما ایرانه در اونجا، برای اینکه ایران مرزهای خودش رو جلو میاره و میخواهد که مستقیم از طریق عراق به سوریه راه داشته باشه و در نتیجه این قسمت ها رو زیر کنترل خودش بگیره. و ما مخالف قضیه هستیم که با منافع استراتژیک آمریکا در منطقه مغایره. ایشون حتی اینم گفته که ما روسیه هم در اونجا میبینیم هست، ولی با روسیه هم به تعامل نتونستیم برسیم. ما با روسیه اونجا برنامه مشترکی نداریم که اجرا بکنیم. در نتیجه روسیه هم به عنوان یک عامل مزاحم میشناسن در اونجا. ببینید، اجرا کنندگان و تدوین کنندگان سیاست خارجی آمریکا این سه شخصیت بزرگ، یعنی پومپیو رئیس سازمان سیا، آقای ماتیس رئیس پنتاگون و آقای تیلرسون رئیس سیاست خارجی آمریکا. خب این سه نفر هر سه مواضع تقریبا به لحاظ معنا مشابهی رو با کلمات متفاوت در مورد ایران ابراز کردن. و مسئله این است که اینها افراد بسیار مطلعی هستند. هم آقای پومپیو، تیلرسون چون در زاویه نفت کار کرده آشنایی های خاص بازرگانی تجاری رو داره، ولی ماتیس که در جریان فعالیت های ارتش آمریکا در اون منطقه عراق و از نرفا بوده، دقیقاً با فعالیت های مخرب جمهوری اسلامی و سپاه در عراق و سوریه برخورد کرده، روبرو بوده، میشناسه اینا رو. در نتیجه حرفایی که ایشون میزنن حرفای بسیار پرخونی هستن، یعنی همینطوری نیست، بلکه بر مبنای مطالعه و دقت حرفای ماتیس و پومپیو و بعد آقای تیلرسون. آقای رئیس جمهور، عرض کنم ترامپ، ایشون حرفایی که زده بیشتر بود مسائل خودش رو داشته، که میخواسته مثلا ارثیه دولت اوباما رو به هم بزنه. بزرگترین ارثیه اوباما این برجام بود با دولت ایران، میخواست این رو از بین ببره. این دلایل عموما داخلی داره، ولی در مورد تعیین سیاست خارجی عملا معمارهای سیاست خارجیش این سه نفر هستن و این هر سه به خطر جمهوری اسلامی که متوجه منافع درازمدت آمریکا در منطقه است توجه دارن. به این ترتیب بله، این ارزیابی آقای پومپیو با بیانات آقای ماتیس و بیانات آقای تیلرسون کاملا تطبیق میکنه و آقای ترامپ هم راهی جز این سه نفر نرفته و نخواهد رفت. بسیار ممنونم آقای دکتر. گفتگوی ما در همین جا به پایان میرسه، وقتمون تمومه. خیلی ممنونم از شما. تا گفتگوی دیگری. سپاسگزارم. و سپاسگزارم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودن و با سپاس از دوست گرامی آقای بهروز مشکینیار، کارگردان برنامه.